سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که با هم دیگه این رانر خوشگل رو بدوزیم که خیلی راحت هستش، فقط یکی دو تا نکته داره که داخل آموزش کامل براتون توضیح دادم. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث دلگرمی من و ادامه دادن آموزش ها هستش، و اگر اولین بار هستش کانال رو میبینید لطفا سابسکرایب کنید و با نگاه قشنگتون از کانال حمایت کنید. بریم با هم دیگه آموزش رو ببینیم. ممکنه برای بعضی از دوستان سوال پیش بیاد که اصلا رانر چی هست؟ خب همون رومیزی پارچه‌ای خودمون هست بچه‌ها که در ابعاد مختلفی توی بازار و طرح‌های مختلف موجود هست. شما بستگی به ابعاد و اندازه میز خودتون میتونید این رو تهیه بکنید. حالا من براتون با قیمت مناسب و هزینه کم آموزشش رو گذاشتم. خب بچه ها ببینید، ما احتیاج داریم به دوتا مستطیل. مستطیل ما طولش بستگی به میز خودتون داره. من اینجا 1 متر در نظر گرفتم و عرض کارمون هم استانداردش بین 35 تا 45 سانتی متر هست که من اینجا 40 سانتی در نظر گرفتم. میگم اینم بازم بستگی به عرض میز خودتون داره، ولی استانداردش بین 35 تا 45 هست. دو تا پارچه روبروی هم قرار میدین، از هر پارچه و طرحی که دوست دارید میتونید استفاده بکنید. خب بچه ها، رانر قسمت اصلی کارش این مثلثیه که ما این قسمت باید طراحی بکنیم. این مهمه. شما از قسمت بالای کار 20 تا 25 سانت میایین پایین و عرض کادرمون رو هم تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی نصف میکنیم و این مثلث رو شکل میدیم. شما میتونید این رو روی یه دونه کاغذ یا مقوا هم طراحی بکنید و بندازید روی این قسمت، ولی خب این کار خیلی ساده تر هستش. برای هر دو سمت ما این کار رو انجام میدیم. من الان 40 سانت عرض کارم رو در نظر گرفتم، طول کارم 100 سانت 1 متره. این قسمتی که 20 تا 25 سانت هست و 22 در نظر گرفتم، چون میخواییم ببینید که چه اندازه ای میشه. این چیزی که رومیز دیدید این اندازه ها هست. حالا میایم دور تا دور کارمون رو دوخت میکنیم. خط ها رو بچه ها با ماژیک هایی که با آب شسته میشه و خودکار حرارتی میتونید بکشید. دور تا دور کار رو میدوزیم، فقط یه هلوش 10 سانت باز میذاریم که بخوایم کار رو برگردونیم. میتونید از منگوله هم استفاده کنید که منگوله رو به سمت داخل بذارید و اینجا رو دوخت بکنید که برمیگرده ظاهر قشنگ تری هم داره. پارچه من چون طرح‌دار بود، من ترجیح دادم که منگوله رو ندم که همینطوری ساده باشه. خب شروع میکنیم از روی خطها دوخت کردن. حتما از ماژیک که با آب شسته میشه و خودکار حرارتی برای این خط استفاده کنید. اون قسمت مثلثی رو بچه ها من یه مقداری هلالش کردم که زیباتر میشه، خیلی نکتیز نباشه، قشنگ تر هستش. یه کوچولو هلال میکنه تیزی کار رو و موقعی که با چرخ میاید روش اون قسمت رو هلالش رو در نظر بگیرید و حتما اون قسمت رو با دقت چرخ بکنید. به گوشه های کار که رسیدیم پایه رو بلند میکنیم، ولی سوزن داخل پارچه هستش و قسمت های بقیه کار رو که حالت صاف داره ما میایم با یه پایه چرخ میدوزیمش یا از کناری کار 1 سانت فاصله در نظر میگیریم. بقیه کار رو هم همین مدل ما چرخ میکنیم، فقط این مقدار رو من باز میذارم که میخوام کار رو برگردونم. کارم رو دوخت کردم بچه ها، دور تا دور کارم رو به غیر از اون مقدار که باز گذاشتم، حالا با فاصله 0.5 تا 1 سانت این رو قیچی میکنم و اون قسمت هلال رو هم همونطوری هلال قیچیش میکنم. دور تا دور کارم رو من قیچی میکنم، برش میزنم به این صورت. شما از اضافه های کار هم میتونید از این مثلث ها رو به هم دیگه بدوزید و میتونید دستگیره یا هر چیزی که دوست دارید تو این ابعاد میتونید باهاش بدوزید و استفاده کنید. این لینک بالا رو هم که براتون میذارم آموزش کوسن هستش که میتونید بدوزید و ست بکنید با رانرتون که خوشگل میشه، که من با همین پارچه اون کوسن رو هم دوختم. خب اضافات کار رو من قیچی میکنم به این صورت و حالا میریم سراغ برگردوندن کارمون. کار رو از این قسمت برمیگردونم، زاویه های کار رو قشنگ میدم بیرون به این شکل
این سر مثلثیش رو هم میدم بیرون کامل، با دستم بهش فرم میدم، کار رو کامل برمیگردونم. مرحله بعد مرحله هستش که اون قسمتی که باز هست رو ما بدوزیم. با دستمون هم بچه ها بقیه قسمت ها رو فرم میدیم که کامل بیاد اینها بیرون و یه اتوه حسابی هم بهش میزنیم. ببینید اینجا یک سانت از هر طرف من این رو تو میدم و سوزن میزنم و میبرم زیر چرخ و میدوزم. وقتی که دوختم یه اتو هم بهش میزنم دور تا دور کار رو و میایم برای بقیه آموزشمون. ببینید الان من با سوزن این قسمتی رو که باز هست و سوزن میزنم که وقتی زیر چرخ میبرم کامل و راحت تر بتونم بدوزمش. خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون بفرستید که دوستان هنرمندتونم بتونن از این آموزش استفاده کنن. این رو میبرم چرخ میکنم و میام بچه ها. اتو هم بهش میزنم. خب من دور تا دور کار رو اتو زدم. اون قسمتی رو که بعد میدوختم دوختم. ببینید چقدر خوشگل شد. خیلی زیبا و قشنگ میشه و خیلی هم راحت و اون مثلثی خیلی مهمه که یک اندازه بشه برای هر دو سمت کار که این اتفاق افتاده. خب بچه ها من میام برای اینکه کارم زیباتر و بازاری تر بشه از لبه کار یک سانتونیم فاصله میدم و دور تا دور کار رو میدوزم. اینطوری دیگه حالت درس ها هم بر نمیگرده، باز نمیشه و یه فرم قشنگی هم به کارمون میده. پس من یک سانتونیم دوخت کردم. شما حالا میتونید یک سانت تا دو سانت هم جا داره. اینم انتهای کار. بعد از اینکه دوختم اتو هم بهش بچه ها مرحله به مرحله میزنم به این شکل. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و شما هم با طرح‌ها و مدل‌های مختلف این رانر خوشگل رو بدوزید. میگم بازم بستگی به اندازه میزتون داره. میز من 6 نفره بود. این اندازه براش من خودم خوشم اومد این اندازه. همون اندازه که تو آموزش بهتون گفتم. و این نتیجه کارمون شد. دوستتون دارم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. تا آموزش بعد خدا نگهدارتون.